سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سالی عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم، دیوار بخاراییم، ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم، ما هم کوی خاراییم. یک تای فصل آب، یک تای فصل دوسن، هم وارسی خاموسیم، هم وارسی ناموسیم، هم شریف الانسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف ناموسیم، هم شریف اقبالیم، هم شریف اقبالیم، از خون سیاهوشیم، هم خون سیاهوشیم، از خون سیاهوشیم، هم خون سیاهوشیم. سلام حساب بن در برم پویانت بر این دراهی دوست، سلام حساب بر ما نظر کن آره این زین گمراهی دوست، سلام حساب دستم بگیر و رهایم کن به راهی دوست، سلام حساب یالا بکن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد همه خدا. اینجا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشی. اکبری زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال. میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. خاکی که به زیر پای هر نادانیست، کف سنمی و چهره جانانیست، هر خشت که بر کنگره ایوانیست، انگشت وزیر یا سر سلطانیست. این میدونی یعنی چی؟ یعنی همین شهریور خونین، یعنی همین یاد نیکا محسوا، حدیث سارینا، رهنورد مجید رضا، شکار کیان عزیزم. یعنی این هستی که تو داری درش زندگی میکنی، این زندگی که تو الان داری، این زندگی مرهون این سنم هاست، این سرو هاست، این چهره هاست که نه تنها دیروز و امروز و دو سال پیش، از هزاران سال پیش برای این آب و خاک و مرز و بوم جان دادن. عزیزان من، اون وقت ما یک سری همیشه به جز پرانتزهای بسیار کوچکی در تاریخمون
کوچیک، خیلی پرانتزهای کوچیکی بوده که رضا شاه داشتیم، محمد رضا شاه داشتیم، نادر شاه داشتیم، یعقوب لیث داشتیم، کوروش داشتیم، داروش داشتیم، شاپور داشتیم. نه، پرانتزهایی بوده. همواره زیر ستم تازیان بودیم ما، زیر ستم انیران تورانیان بودیم ما، زیر ستم مغول و دیگران بودیم. فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. حالا که دیگه امروز این آقای پزشکیان که مصاحبه کرد پیش از اینکه بیاد نیویورک، آب پاکی رو سر همه و رو دست و پای همه ریخت. ما همه نگران هجوم سپاهیان این بار آرام افغان های عزیز، این برادران نازنین که همشون دور دیده ورزیده هستن، نه اکثرشون سربازای سابق و افسرای نیروی امنیتی دولت غنی بودن، اینا اومدن میلیون ها نفر. ما با امید این بودیم که اینا رو بیرون کنن، گفتن دارن بیرون کنن دیگه، بعد پاکی رو ریخت. حالا گوش میکنید در این مصاحبهش پزشکیان گفت واسه ما مرزا رو ورداریم کلن، بیان بی در و پیکر. بعد جالبه این آقایی که متخصص امور افغانستانه، این از قدیم بارها رفته افغانستان با احمد شاه و مسعود مصاحبه کرده، با دیگران خیلی وارده. آقا ببین چه حرفی میزنه، میگه دور تا دور ایران رو جدا از اینکه دشمن گرفته، همه کشورها رو دشمن کردن، این مرز بزرگمون رو با افغانستان هم در ایالت‌هایی که هم مرز هستیم، همه افراد اطلاعاتی که اینها گذاشتن و کاشتن کسانی هستند که از اعضای رهبرانش، یعنی فرماندهای امنیتی افغانستان در شهرهای مرزی با ایران، نزدیک با ایران، اینها افراد آقای ریگی هستند. ریگی همون جوان بود که کشتنش که میخواست تجزیه کنه و اینا و بلوچستان، اینا ریگی اینا. خیلی جالبه، شما گوش کنین اول کار. اما یک اتفاقاتی داره در افغانستان میفته که این تردید رو ایجاد میکنه. اینا اعلام نمیکنن ولی ما که خبر داریم دیگه. مثلا خیلی خوب شده اینا یاد من آورد، سه تا استان شما با ما هم مرزه، استان هرات، روبروش استان خراسان رضوی، شهر مشهد. در هرات همه کاره مسئول امنیتی طالبا کسی هست به نام مولوی توحیدی، ایرانی، بلوچ، جدایی طلب، دست راست آقای ریگی. استان فراه روبروی استان خراسان جنوبی، فراه مقابل بیژن، همه کاره استان فراه در امور امنیت جناب آقای قاری ضیایی، ایرانی، بلوچ، از قماندانای آیریگی جدایی طلب. استان نیمروز، شهر زرنج،
مقابل استان سیستان بلوچستان ما و شهر زابل. همین بلایی که دارن سر آب میاره. همه کاره مسئول امنیت جناب آقای عبدالمالک ملازاده، دست چپ آقای ریگی، بلوچ جدایی طلب ایرانی. چرا باید مسئول امنیت در سه تا مرز طالب ایرانی بگذاره؟ در مورد آب اینا اینا تابعیت ایران ندارن، عیس فدایی که ایرانیه ولی مسئولان امنیتی سه ولایت مرزی افغانستان هستن. درست، جالبه. حالا از این که بگذاریم دیگه، قیصر اومده و دیگه میخواد همه چیز عوض کنه. قیصر، جالبه بدونید که اون قیصر اصلیه به روز سوقی برای مدتی کار کرد، رستم دیگر، اسفندیار دیگر نمایشنامه بود که ما در جهان به جز امریکا بردیمش، هزینه های سنگینی برای من گذاشت. من دیدم به روز موقع کار نداره، نیم دقیقه یه دقیقه فیلم های امریکایی بازی میکرد با دستمزد خیلی کم. اون کار رو مدیریت کردم و خلاصه رستم دیگر، اسفندیار دیگر تو دنیا بردیم، وردیمش روی صحنه. برای همین سه چهار ماه مهمان من بود در پاریس و بعدم که تور شد و اینها. خیلی جالب بهتون بگم که بعد تا صداش میزدم گفتم قیصر، گفت جان قیصر، فدات قیصر. گفتم خوشحال میشی قیصر صدات میزنیم؟ گفت با چی؟ بهترین فیلمی که بازی کردم قیصر. آره من چند بار گفتم دیدم این دوزش جا نمیفته. آخر یه روزش گفتم بهروز قیصر کی بود؟ گفتم این فیلمی که ما بازی کردیم مسعود کیمیا، اسفند مفضل، اسفند هم بود، اسفند مفضل بود، اسفند عزیزم بود. گفتم که خب ای تو افتخار میکنی به این که قیصر صدا بزن؟ گفت تو فیلم بازی کردیم دیگه. آره دیگه قیصر. گفتم آخه تو من نمیدونیم، ما تو مشهد هر کی میخواستیم فوش بدیم بگیم خار فلان، گفتیم قیصر. گفت چطور؟ گفتم آخه خوارت اونجا تو فیلم فاجی رو ترتیب شد تفریر میدن و بعد خودکشی میکنه و بعد اونجا یک فکری کرد و گفت راست میگه. چطور من بی قضیه فکر نکرده بودم؟ گفتم تاریخ ما همینه بهروز، تاریخ ما همینه، بهش فکر نکردیم. حالا امروز براتون میگم، امروز براتون میگم که ما بی فکر نکردیم. حالا قیصر یعنی مسئولی پزشکیان، فکر کنم برگرده ایران از نیویورک با خودش چند تا قیصر بیاره و حالا اونا دیگه بعدا با هم صحبت میکنیم. آی خدا، مسعود اومد. اما نکته که من امروز میخوام بهتون بگم عزیزان من برمیگرده به همین مسئله این که ما خیلی دوزاریمون دیر جا میفته. پیش از اینکه در اون رابطه با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم، من از شما میخوام دعوت کنم که شما بخشی از مصاحبه مسعود پزشکیان پیش از آمدن به نیویورک رو ببینید. یعنی دو ساعت رو دودن صحبت کرده، ما چهار پنج دقیقه شو براتون گلچین کردیم که تو این همه چیزا رو میگه، داداش امریکایی هست و جنگ و دعوا و عربستان سعودی رو دعوت کرده که پرنسش بیاد ایران و و و خلاصه نکته های جالبی توش هست. از همه مهمتر مجری این کنفرانس مطبوعاتی رو کسی انتخاب کردن که همه کاری دارن میکنه به پزشکی که چیز بکنه، آقای استاد هادی حیدری است. استاد هادی حیدری یکی از نوپردازان کاریکاتوریست ایران هست، یک جوانش بسیار هنرمند بارز و سبک نوی رو در کاریکاتور ایران آورده هادی حیدری، و کسی هست که از زندانیان شیرسی سابق هم هست. چند سال پیش مدتی همشون رو بازداشت کرده بودن. چهره بسیار نوپرداز و هنرمند. مجری
هادی هیداریست. چند دقیقه رو میبینیم بعد برمیکردیم در خدمتتون هستم. من همزمان با اینکه اولین پرسش کننده رو اعلام میکنم، نفر دوم رو هم در واقع معرفی میکنم که خودش رو آماده بکنن، چون شاید امکان داشته باشه انتهای سالن نشسته باشن و نیاز باشه که جلوتر بیان. حالا درستش یه تقاضا هم دارم، هر کدوم از دوستانی که پشت تریبون حضور پیدا کردن اول خودش رو معرفی بکنن و بعد سوال رو مطرح بکنن. سوال اول، رسانه چشمنداز. جناب آقای لطف الله میثمی بودن که حضور ندارن متاسفم. خب، اولین قرعه به نام خبرگزاری فارس افتاد. دعوت میکنم از خبرنگار محترم خبرگزاری فارس که پشت تریبون قرار بگیرن. اگر اجازه بدید، در حوزه سیاست خارجی آقای دکتر، شما در سفر هفته گذشته به عراق ایده کشورهای اسلامی و برداشتن مرزهای بین ایران و همسایگان با استفاده از تجارب اتحادیه اروپا را مطرح کردید. به نظر شما موانع این طرح چیست و برنامه شما برای اجرای شدن این ایده را لطفاً تشریح کنید. و در حوزه سیاست داخلی هم، سه اولویت اول شما برای بهبود وضعیت معیشت مردم چیست؟ خیلی ممنون. واقعیتش این حرفی نیست که حالا تازه به ذهنم رسیده باشه. از همون جوونی ها اونجا تو عراق هم میگفتم، اون دانشگاه بودیم و حتی قبل از اینکه بحث راه و اینا رو هم طرح کنم تو ذهنم همیشه بود، چرا ما مسلمان ها رفتارمون با هم نباید طوری باشه که دیگران وقتی نگاه میکنن حسرت بخورن که ببین اینا چقدر با هم خوب برخورد میکنن، چقدر با هم خوبند و اینا. مسلمان ها برادرن، یعنی همه ما با هم برادریم. خود چرا باید ما با هم مرز داشته باشیم؟ حالا مرز داشته باشیم، اونا حکومت خودشونو دارن، سرزمین خودشونو دارن، اقتدار خودشونو دارن، ما هم سرزمین و اقتدار خودمونو داریم. ولی چرا نتونه یکی که تو پاکستان، تو افغانستان، تو ترکمنستان، تو ایران، تو عراق راحت از اونجا سوار یه قطار بشه بره مثلا نجف، بره مدینه، بره مکه، بره استانبول و بعد اونا راحت نتونن بیان اینجا، برن مشهد، برن شیراز، برن نمیدونم استام، اینور کشورهای دیگه‌ای که هست، افغانستان، پاکستان. During all mentioned items, how do you view the future relationship between Iran and China? Thank you. حالا در رابطه با بحث چین و میخوای ترجمه کنی؟ خب بکن. و کاری هم که چین در رابطه با میانجیگری که بین ما و عربستان سعودی برای حل مشکلات انجام داد، خودش قدم بزرگ برای یک هماهنگی در منطقه است. در گفتگوی تلفنی که با ولیعهد عربستان سعودی داشتیم دعوت کردیم ازشون تشریف بیارن و اگه فرصتی شد ما هم حتما دیداری خواهیم داشت. و کسی که نمیذاره این تعامل اتفاق بیفته قدرت‌های خارجی هستند که اینجا لانه کردند و خودشون ما رو میخوان به جون هم بندازن. ما که نمیخوایم با هم دعوا، اونا میخوان ما با هم دعوا کنیم. دعواهای قومیتی را میندازن، دعواهای مرزی را میندازن، دعواهای اقتصادی را میندازن و از این حرفا. من تلاش خواهم کرد و دارم تلاش میکنم که ارتباطمون رو با هم سایگانمون قویتر، صمیمیتر کنیم. با آمریکا و اروپا در همون چارچوبایی که توافق کردیم ما پایبندیم. ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم. اونا هستن که دارن ما رو تهدید میکنن. اونا هستن که میگن موشک نداشته باش. خیلی خب، ما موشک نداشته باشیم، اسرائیل رو خل سلاح کن. ما موشک نداشته باشیم مثل غزه، بعد هر وقت دلش خواست بمبو بریزه تو کله ما و بعد اگر خواستیم حرف بزنیم میگن خفه شید. فعلا این هفته میریم آمریکا، بعد از آمریکا برگردیم یه سفر استانی داریم. البته آمریکا هم جاییه که باید خودمون رو آماده کنیم که بتونیم از حقوق مردم و کشورمون، از نگاهمون، از باورهامون دفاع کنیم. اونا از ما یه آدمایی ساختن که خیال میکنن ما جنگ طلبیم، ما صلح طلبیم، سرخم نخواهیم کرد. اما در رابطه با بحث این که با آمریکا و رئیس جمهور بخوایم صحبت کنیم، اونا اول باید برادریشون رو ثابت کنن، بعد هم ما ارسیه بخوان.
یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنم بذار ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم، اون که دعوا نداریم، ولی اول همه راه‌ها رو اونا بر روی ما بستن. با هر کی میخوایم حرف بزنیم میگن اون اجازه نداره. ما که با اونا دشمنی نداریم، ما که نرفتیم دور آمریکا پایگاه نظامی بزنیم، ما که آمریکایی‌ها رو تحریم نکردیم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن. نکنن از این کارا ما هم اصلا برادریم، با اونا هم برادریم، کاری نداریم. دیگه توضیح نمیخواد این مصاحبه که شما خودتون گوش کردین بخش. حالا عزیزان من میخوام دیگر بار یک نکته رو شما تاکید کنم. اون نکته این هست که خواهش میکنم که در میدان باشید، از دختران خودتون دفاع کنید، به خاطر اینکه جریان روسری و حجابی اصلا حل شده است، از بین رفته است. اما موقعی که رئیسی هم بود من این بارها بهتون گفتم، الان نمیگم، الان دیگه خودشون از خود همین توی مصاحبه مطرح میشه که دیگه دو ساعت ما نمیتونستیم که بحث کنیم. رو صفحه ما هست، برید رو صفحه ما بخونید ببینید. و بعدم ایران دات پی ام پی ام پاپا مامان ایران .pm. شما روی ایران .pm که برید همه کارهای ما رو دارید، ویدیوها رو دارید، برنامه ها رو دارید، درس ها رو دارید، کتاب ها رو دارید، مقالات رو دارید، هر پرسشی که دارید اونجا مطرح هست روی همین ایران .pm و به زبان های مختلف. ما کارمون به زبان های پارسی، فرانسوی، عربی حتی هست که میتونید برید با بحر ببرید اشتان. حالا نکته ای که من میخوام با آگاهیتون برسونم مربوط میشه به همین که دادستان خود جمهوری پلید اسلامی با همیشه فوش خوار مادر بینبیدیم تو شما خوشحال بشه. نمیشه که مقدم قشنگ صحبت کنیم که نمیشه فوش نمیدی ادب مقدمی. آقا چرا بیاره گفتی آقا خیر و خانم آغاز نگه عجب دنیا اگیر کردیم و نادانی حاکم. حالا دادستانشون یارو آخونده اومده گفته آقا هیچ کس اجازه نداره بر بی‌حجابی کسی رو کتک بزنه، هیچ کس اجازه درگیری نداره. یعنی اینکه مردم، همونجوری که از قبل من به شما گفتم، اگر مزاحم دختری کسی تو خیابون شدن این انجمن حجتی و مهدویه ها و این بیگانهایی که در ایران هستن و این بعثی ها و این دشمنان ایران که دیگه الان فارسی هم حرف بزنن و باید فارسی، اینا اگر از اینا مزاحم دختری ایرانی شد به خاطر جلاخ مو چارلاخ مو اینا، هم خود شما دختره اینا رو کتک بزنید و هم جوانایی که دارن رد میشن پیر جوان عصا دست ترچس اینا رو بزن قربونت برم، این لاتو پوتا رو بزن. این دیگه خودش خود رژیمی رو گفت، مسعود پزشکیان هم گفت، دادستانشون هم گفت. بعد من بردمتون کلانتری جایی میگه آقای افسر نگهبان تو که ایرانی هستی بابا، این تو بیگانه هم که دارن دختر ما رو میذارن و خود اینا هم گفتن که بزن ما هم زدیم، اجازه ندادم زدن. این رو گرفتین. نکته دیگه که بسیار مهم، از قدیم گفتم میخوام تاکید کنم بهتون، شما همتون باید برین ورزش های رزمی رو یاد بگیرین. بچه هاتون الان از کودکی 4-5 ساله که میشن میخوان برن مدرسه، تا قبل از اینکه برن مدرسه بذارید ورزش های رزمی رو یاد بگیرن. ورزش های رزمی خیلی خوبه، به ویژه کاراته، کونگ فو، تکواندو، جودو هم خوبه، ولی جودو باید بزنید، زدن یاد بگیرید که بتونین این مزاحمینی که تو کوچه و خیابون مزاحم به بچه‌های ما میشن بتونین کتک بزنید. اینا باید بزنید. من میگم بکشینشون ها، این بیگانگان حاکم بر ایران رو، من نمیگم بکشینشون، ما آدم کش نیستیم، ما حاکمشون حالا بکنیم اگه محکوم به اعدام شدن بعدا و یه چیزایی، نمیگم بکشین، میگم بزنیدشون، محکم هم بزنیدشون. تا هم دیدین مزاحم یه دختری شدن یه لاخموی اینا، هر کی از چادریه بزنید شما. و رزمی خصوصا دختره ما که الان خیلی هاشون رفتن باشگاه رزمی، دارن رزمی کاری میکنن، پسران برن در هر سن و سالی هم هستید برید. من خودم بارها بهتون گفتم که در نوجوانی کاراته کار میکردم، کشتی کش کار میکردم، از آقای مهدی زمانی مربی من بود در مشهد باشگاه بهرامی یاد کرد. حالا وقتی که شما ورزیده میشید توی خیابونم که راه میرید فقط دفاع میکنید از خودتون و
بچه های محلتون و بچه های شهرتون و بچه های میهن آریایی اهورایتون، چون دیدید که اینها این بیگانگانی رو که وارد کردن عمدی وارد کردن که هژمونی ایران رو از بین ببرن. و یک سری آدمی که عقل ندارن، یعنی اگه کسی باشه که بیاد برای حسن حسین گریه کنه و برای دو لخمو بزنه بچه های ما رو بکشه، اینا عقل ندارن. اینا جدا از اینکه ضد ایرانی و ایرانیت و فرهنگ و تمدن و اینا اصلا عقلم ندارن که آقا اینا به هر حال یه روز بلند میشن ترتیب شما رو میدن و الان بلند شدن ایرانی ها میزنن شما رو. محکم هم بزنید اینا رو، یعنی همچی محکم بزنید که صدا کنه، صدا ایرانیتون داره. ما آریایی هستیم، ما آریایی هستیم که شعارش نباید امام علی رحمان در تاجیکستان بده، تو خود ایران باید بدین. امام علی رحمان که من درود دارم بهش، این شخصیتی که من خیلی دوستش دارم، از سالها پیش اصلا کارایشون قرار بود بکنه، سال 1996 قرار بود اونجا یک کنگره تشکیل بدیم و همایش جهانی ابرجهان آریایی اونجا زدن، سیف الدین عاصمی رئیس آکادمی اونجا و استاد امین امام علی رو کشتن، در پاریس رفیق من دکتر کوروش آریامنش رو کشتن و این کار انجام نشد. و امام علی رحمان اون موقع به من گفته بود، پیغام داده بود رئیس جمهور تاجیکستان که من میخوام تاریخ این کشورم و تاریخ افغان تاجیکستان رو به جای هجری و فلان و میلادی و اینا تا می تاریخ آریایی اعلام کنم، 7762 که هستیم، میخواست ایشون اون سال این اعلام کنه. حالا ببین با افتخار میگه ما آریایی هستیم، با افتخار. جا داره یادی کنیم از این حرکت تاریخی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را زیر درفش کاویانی نشاند تا هویت او را به او یادآوری کند. درفش کاویانی بخشی از پرچم رسمی ریاست جمهوری تاجیکستان است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رقص را اجباری کرده و درفش کاویانی را پرچم رسمی ریاست جمهوری خودش کرده. او به مردمش یک نسخه رایگان از شاهنامه فردوسی داده و دستور داده تمام جشن‌های ایران باستان اجرا بشن و مردم همیشه به شادی بگذرونن. همچنین بزرگترین باغ کشورش رو به اسم باغ کوروش بزرگ ساخته و تمام تلاشش رو کرده تا تاریخ و فرهنگ ایرانی رو زنده نگه داره. امام علی رحمان به مردمش گفته به جای رفتن به حج، پول خودتون رو صرف آبادی خانه و روستای خود کنید. تاجیکستان برعکس ما داره یه تنه بار زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی رو به دوش میکشه. درود بر امام علی رحمان، رهبر خردمند مردم تاجیکستان. بارها گفتم، بازم تأکید میکنم که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرنشین جهان آریایی است. همه آریاییان جهان در هر کجا که هستید بایستی به مرد افتخار کنید، ببالید و برای تعطیلات وکیشن برید تاجیکستان. وقتی میرین تاجیکستان میتونید میرین ازبکستان، قزاقستان، قیرگیزستان، همه اینجا سمرقند و بخارا و پامیر، همه جا میتونید میرین ببینین کشوری همسایشو و سرزمین زیبایی هم هست. برید، همیشه برای تفریح میخواین برید، برید هر جا دلتون میخواد، ولی برید تاجیکستان، برید تاجیکستان و اونجا هم ببینید که چه فرهنگی از ایران زنده است. فرهنگ شاهنامه، فرهنگ فردوسی، رودکی، سعدی، حافظ. بعد ما یارو مرتیکه یه کسی رو، یارو رو کمونیست بوده، یعنی کمونیستی میگه ماویست بوده، حزب رنجبران، اینا حزب ماویستا بودن چین، یارو رو اوائل گرفته بودن اینا. بعد آقای 40 سال میرانش تو تلویزیون این تحلیل فیلم ها رو میکنه. خیلی از هم فیلم ها رو ندیده، ازش هم میپرسه، میگه تو فیلمی که ندیدی؟ میگه نه ندیدم، ولی سازندهشو میشناسم، قصهشو خوندم، میدونم چی چی بگم، زپرتی تحلیلگر شد. بعد میان توی این یارو برنامه سازی میخواد یه روزی رو حسابی دیگه خرابش کنه، بعد 40 سال میخواد بذاره کنار دکونشو ببنده، میاد شاهنامه رو میده دستش، میگه بگی بخون. بعد شما ببینید 4 خط شاهنامه رو یارو بلد نیست بخونه، 4 خط شاهنامه رو بلد نیست بخونه، این 40 ساله تحلیلگر و متخصص امور سینمایی در ایران در تلویزیون، اینا رو باید کتک بزنید. اون رئیسش هم که اینا رو میذاره باید کتک بزنیم. تمام اون دشمنای ضد ایرانی که اومدن در جای جای ارگانهای قدرت ایران جای گرفتن و این طور آدما رو پا بال و پا
پر دادن و اینا رو باید بزنید و خدمت چون برسید. بریم این شاهنامه خوانی فاجعه رو ببینیم. گلوی سیاوش به خنجر برید. فکر میکنم گلو قابلیتی که شما میگی رو نداشته باشه. گلوی سیاوش به خنجر برید اون شخص. که آمد بر تو سرایت زمان. گه آمد که بر تو سرایت زمان. بزه کن بنه پیش من با دو تیر. بزه کن بنه پیش من. چرستم چنان دید بفراخت دست. چرستم چنان دید بفراخت دست. چه میکنه فردوسی؟ در واقع چه میکنی شما؟ بیاید اجازه ندیم هر کی از راه میرسه نخونده و ندیده و نشنیده و ندونسته بخواد اینجوری تجاوز کنه به ادبیاتمون، به فرهنگمون، به میراثمون و حتی به شعورمون. در واقع من و شماییم که نباید این اجازه رو بهشون بدیم. تا میتونین این ویدیو رو نشون بدیم. این شهریور یاد دختران آریایی بود، یاد جوانان آریایی بود که دو سال پیش این آخرین جنبشی که و آخرین شورشی که انجام شد در ایران دو سال پیش واقعا زرتشتگونه، اوستاگونه نه و یک تحول عمیق بود. یعنی از توش نیکا در اومد، کیان در اومد، از توش مجید رضا رهنورد در اومد. گفت آقا برای من گریه نکنید، عزاداری نکنید، موزیک شاد بذارید. کیان مادرش اعلام کرد، مادر کیان مادرش اعلام کرد، گفت قرآن نخونید. متنفر بود بچه من از قرآن، برسوکش قرآن نخونید. نیکای عزیزم مثل دیگر بچه ها روسریش رو سوزوند. و شما ببینید برای که بدونید تا چه حد جمهوری اسلامی در همه جا نفوذ داره، کجا میبینید کسی بیاد به این نیکا روسریش رو نشون بده؟ اینا دیگه نشون نمیدن، حرفشو بزنن، حرفشو نمیزنن. آقا پیش از اعدام مجید رضا رهنورد چی گفت؟ اصلا بپرسین چی گفت؟ خود چی میزنه به کری؟ چه برسی میان نشون بدن به گوش شما برسونن که اینا چی گفتن؟ حرف های اینا حرف های پیامبر گونه بود. کارشون کار روشنگر نوپرداز بود. وقتی که نیکا روسریش میسوزونه، این روسری سوزان رو چرا نمیگید مردم؟ رسانه چرا نمیگید؟ یاد باد یاد یاران روسری سوزان، کتاب تازی را به دور انداختن. یاد باد یاد باد. حالا اونی که بخواستم من امروز شما بگم اینه که ببینید عزیزان من، 124 خوب گوش کنید، این تقسیم بر 80 میلیون ایرانی بکنید، 124 هزار میلیارد تومان شما رو در سال سه جا خرج میکنن. حالا بقیه رو ول کن، همین ستا رو بگیر و چونجا بشین چرتت بزن. ای مهربان یار عزیز، ای نازنین من، 124 هزار میلیارد دلار در سال میدن به نهادهای مذهبی. نهادهای مذهبی کدوم ها؟ هیئت سینه‌زنی ابوالفضلی ها، هیئت ولی عهد، تلویزیون فلان، امام ائمه، جماعت فلان، جواد الائمه. عجب روزگاریو که 2000 نمیارزه 124 هزار میلیارد. خرج آخوندسازی، آخوند بسازن، درس بدن، از آفریقا و آمریکای لاتین و همه جای دنیا بیان تو ایران آخوند میخوان بشن، مفت بخورن، مفت بخوابن، حقوقم بگیرن با جیب تو. 124 هزار میلیارد خرج حماس بکنن و عملیات تروریستی، خرج جهاد اسلامی بکنن که بگن ایرانیا کافرن و بایستی کشتشون و ایرانیا فلانن. و تو عزیزم تو کجایی؟ تو کجایی قربونت برم مهربان یار من؟ تو کجایی بگو، نمیدونم کجایی. حالا اونی که خیلی مهمه میخوام بهتون بگم مؤثر باقی بشه اینه که ببینید
همه تون سپاس رو بلدین. سه تار باید پاس بدارید. سپاس که میگیم بهتون گفتم حالا دیگه همه گیر شده همه دارم میدونید سه تا چیز باید پاس بدارید. بهش برم اینه میگیم سپاس سپاس سپاس. نیکی در پندار گفتار و کردار. سپندار و گفتار و کردار نیک. فریدون فرخ فرامند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه به جوی راه جنات عدن رهی که از عدن تا خداوند شد. این رو سالها پیش بود من در بیروت بودم و کتاب از میترا تا محمد رو می نوشتم به عنوان تزم. گفتم اولش چند خط شعر بذارم اینو نوشتم گذاشتم اونجا در ابتدای کتاب از میترا تا محمد اومد. شما یکی خواستین امتحان کنید ببینید سواد داره یا نداره. عجب بود. همین رو بذارید جلوش ببینید بدین همین چند خط شعر رو بخونه یا نه. خلاصه حالا این نیکی این سپاس سنیک رو ما عکسش هم داریم. یعنی اهریمن اینجاست که اندیشه تو رو که باید نیک باشه پندار پندارت باید نیک باشه تا به اندیشه نیک برسی اندیشمند بشی. این رو میاد خرابش کرده میکنه منعرف به جای علم و دانش و ترقی و پیشرفت. آقا 100,000 بار تو صلوات بفرست 124,000 تا برام بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر 400-500,000 برام بگو سبحان الله سبحان الله. مشکل برطرف میشه. عجب وقت تو چقدر باید خنگ باشی خنگ که بیایی ورد بگی بجایی که باشی بری علم دانش بزنی روی گوگل در فلان چیز فلان چیز. الان دیگه راحت شده دانش به دست آوردم. الان اگه دانش به دست آوردم نمیخواد بری کتاب بخری پول خرج کنی بخونی. حتی شفاهی هم بهت میگه خیلی از کتاب های سیاوش عرفسام شفاهی هست روی همین iran.pm که برید میتونید گوش کنید. سپاسگزار مهریارانی که این کاری کردن هستم. خب وقت شما به خاطر که ذهنیتت رو پر دانش و علم و تکنولوژی و سخنان مدرن بکنی پر میکنی از پهن پهن. آقا اون ورد بخون این آیه رو بخون این کار رو بخون این کار رو بکن آقا کربلا فلا بکن نوه بخون وقت همجور عقب افتاده و بدبخت و بیپول بمون به که بریم اونقع بهش بهش نیست. خل آدمی که میمیره میره تو اونجا خاک میشه کجا زنده میشه. عجب روزگار. اون روحه روانه اون اتم بدنه اون فره ایزدیست خارج میشه میتونه بره گربه بشه سگ بشه شغال بشه گرگ بشه یه چیزی بشه دیگه. تو نیستی تمومی. تازه اونی هم که میشه باز دوباره شروع میشه روز از نو روزی از نو یک زایش نو و جدید دیگه و یک بدبختی و فلان که بیشترش بدبختی تا خوشم بشه. بیچاره همین الان پول دار بشین همین الان عاقل بشین همین الان دانشمند بشین همین الان به بچه هاتون برسید. ذهنیتتون رو پر کنید از چیزهای خوب و مثبت. خب حالا پندار حالا گفتار گفتارت به جایی که علم باشه دانش باشه تکنولوژی باشه چه باشه چه باشه. آقا غذا خورده الحمدلله رب العالمین غذا رو ننش پخته بدبخت نصف روز زحمت کشیده زنش پخته 3-4 ساعت زحمت کشیده زنش اصلا خودت پختی رفتی از رستوران خریدی آوردی خبرت. باید تشکر کنی از اونی که غذا رو درست کردن تا الان داریم میخوریم الحمدلله رب. آقا الله ال به اضافه اله 2,000,000 بار گفتیم میشه اله. وقتی تو میگی الحمدلله یعنی سپاس بت بزرگ قریش رو سپاس بت بزرگ نیاکان محمد رو نیاکان محمد و بت بزرگشون در کعبه به غذای خوشمزه که تو خودت مادرت کسی چرا پیداری که میگه الحمدلله
یاسر میگه خب فردا قرار گرفتم دکتر برم انشالله سر ساعتتونم برم. انشاءالله یعنی اگر بت بزرگ قریش، قریش هم که میدونید قریش کوروش، کوروش قبیله قریش، قبیله بودن که مزدورای ایران بودن، چون مزدورای ایران بودن قبایل زیادی بود ولی قبیله رو اسمش رو گذاشته بودن کوروش، چون مزدوران کوروش بودن و هخامنشیان. و بعد دیگه قریش همون کوروش مثل خیلی چیزا عوض میشه، خیلی چیزا توی کتاب قرآن سوره بسک پارسی اون شاید نات کلمات پارسی که در قرآن به کار رفته اینا کوروش ما رو کردن قریش، میگن قریش. حالا بعد اینا بت پرست بودن، وقتی که کعبه رو همون خانه کیوان رو ایرانی راه میکنن میرن، اینا نمیدونن که آتشگاه بوده، آتش نور آتش بوده، فکر میکنن توی تراجوار بود، من رو بتخانه‌اش میکنن و بت بزرگی داشتن، بزرگترین بت اسمش بوده اله الله، یعنی بت من. خب به تو چه، به او چه ربطی داره عزیزم؟ قربونت برم، فدای اون قد و بالات برم که تو میخوای فردا بری دکتر، فردا میخوای مدرسه، چهار ساعت دیگه میخوای بری استرخ، میخوای از خونه بیرون بری، بیرون یه چیزی پست کنی، کاری داری؟ انشالله ساعت دو من میام. آقا قرار میذاره با ما؟ آیا بسته انشالله ساعت چی؟ گفتم نه آقا انشالله نداره، انشاء انت، یعنی تو باید بخوای سر ساعت قرارت بیای. دیر میاد؟ اصلا نمیاد. میگه خدا نخواستی. حالا الله هم خدا رو میگیره. آخه خدا به تو چه ربطی داره؟ شما خدا رو هم نمیشناسین. تازه چون خدا رو نمیشناسین میگه آقا خدا چرا رو فلج کرد، رو بی پول کرد، رو پولدار کرد؟ خداوند اگر پول بودن عجب صبری خدا دارد. خب صبر، خدا رو بشناس. خدا اونی که شما فکر میکنین نیست که هستی. کهکشان ها، کسموس میگن اینا، این همه در هستی کهکشان هست و او میاد به موی سر تو و به اینکه تو قرار داری میری نمیری به اینا رو باید درست کنین. پندار، گفتار، گفتارتون، شما همه گفتارتون باطله. هر جا انشالله، الحمدلله، ماشاءالله، سلام 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 سلام، لجم میکنن. حالا همونه که قصابون گفتن درود میگن لج سلام. خب همه پندار که باطل، گفتار که باطل، روزی صد بارم میگه انشالله انشالله اون کار بشه. آقا به بوته چه ربطی داره؟ تو میخوای یه کاری بکنی، تو میخوای یه کاری بکنی باید حتما بکنی اون کارو. تو باید منظم باشی در زندگیت، با برنامه پیش بری، کاری که میخوای انجام بدی انجام بدی، نه اینکه بگی اگر اون بت خواست و موارد بسیار دیگه. عزیزان من، از بعدش هم کردار، کردار ما چیه؟ کردار داد میشه جودو، کاراته، کونگ فو، تکواندو، کردار داد میشه اگه به دختر ایرانی به خاطر یک لاغ موش بیگانه بعثی فلسطینی عراقی نمیدونم کجا، همینه که متعصبن داعشی ها حمله کردن، تجاوز کردن، که فارسی حرف بزنن به عنوان ایرانی، باید بری بزنی اینا رو. تمام ورزش های رزمی که میگن چینی، ژاپنی، اینا کره، همه ایرانی، ریشش، ریشه همه اینا ایرانی است. من به خاطر دارم چندین سال پیش دوست عزیزم نازنین دانشمند فرهیخته دکتر مصطفی آزمایش، دکتر مصطفی آزمایش کتابی نوشته بود، تقریبا جزوه وار بود، 20 صفحه، امیدوارم دوباره چاپ کنه در اختیار بذاره با یه سیستم جدید، که آقا عکسای رو از نقشینه‌های رو از تخت جمشید و جای دیگه آورده بود، گذاشته بود که همین داچی‌های کاراته و رزم‌های ایرانی رو نشون میداد، که مثلا ایران مرده جلوش یک شیر وایستاده، ولی نوع گذاشتن پاها و گرفتن دست‌ها انسانی بود. مثلا اینا هست، اینا نقش و نگاراش هست، اینا رو مصطفی آزمایش مولانا یک کتاب در آورده بود و ثابت کرده بود که ورزش های رزمی اصلش مال ایرانه. چون میدونید ایران الان، حالا اینا رو ببینید مطالعه کنید، در ژاپن و چین
میپرستن ایرانی رو. اصلا خود چین و ژاپن، ژاپن ریشه ایرانی داره و اینجا الان نمیخوام من روش صحبت بکنم، الان من روش صحبت نمیخوام بگیم، ولی تحقیق و پژوهش کنید عزیزان. خب کردارمون باید کردار نیک باشه، کردار پاک باشه، پاکی رو بایستی رونق بدیم، پاکی رو بایستی و خوبی رو در جهان گسترش بدیم، نه این که دنبال اربعین و بعد وقت بیچاره اربعین برو برای مهسا بگیر، بیچاره برو گریه کن برای کیان 9 ساله، عکساشو میبینی؟ هر روز میگم باید بگم خب امام حسین تو سیاوشی که از تو آتش میگذره، سیاوش تاریخ، به خودت برای بدبختی خودت گریه کن. تازیانی که به ما چه کردن چه کردن شد، بعد این تازیانی که آقا به خودشون هم رحم نمی کنن، به باند خودشون هم رحم نمی کنن. شما این اصلا روز نخست اینها بین عمام سیاه و سفید هم تبعیض قائل بودن، چقدر آخوند عمام سفید رو زدن، کشتن، نابود، نابکار کرد، چقدرشون فراوون، اصلا اول تا همین الان. نیکنام آخریش بود که میگن سکته کرد کشتنش بیچاره، یه آیت الله بود، بارم اینجا صحبت چی کرده بودم، عمام سفید، ولی عمام سفید حتی بین خودشون هم این تضاد هست. الانم بعد چهر به شما بگم خوب گوش کنید، به این نکته خیلی دقت کنید، الان جنگ در ایران به هرم رسیده، این هرم هم میبینین بالای سر توری فعله بو بالا رسیده، نگو چی شد جنگ اونجای الان. الان جنگ بعد از این که نظام ولایت فقیه یک سری پیرپاتالای خودش رو، باندهای لاریجانی و حالا اون مسواک مرد و فلان اینا رو گذاشت کنار رو ترتیبشون رو داد، داره یک دستش میکنه. انجمن حجتیه و مهدویه رو که اینا باش مخالف بود ولایت فقیه، ولی ازشون استفاده کرد تا ترتیب اونا رو بده، از همه استفاده کرد تا ترتیب اونا رو بده، الان که به یک حالت استابیلیتی به اصطلاح خودش رسیده و در سطح جهانی با قضیه اسرائیل و فلسطین که اینا حمایت کردن از قتل عام و کشتار کور 7 اکتبر فلسطینی ها در رابطه با اسرائیلی ها و بعد این مسئله، حالا وارد مبحثش نمیخوایم بشیم، با این شرایط نوینی که در جهان پدید اومده، الان جنگ او بالاست در قله و هرم هست که اینها میخوان حجتی و مهدوی و که بعد الان فقط اونا هم هستن، یعنی الان یه وقت شما دارید ولایت فقیه یار اونا، چون آخوندا مرجع تقلیدی اینا رفتن دیگه، مرجع تقلیدی هم که موندن اینا همه حجتیه و خود وزیر اطلاعاتشون گفت انگلیسیان، آقای مصری صداش پخش کردم خودش گفت اینا انگلیسیان، انگلیس اینا اصلا ساخته، یعنی کلیت روحانیت، چون کلیت روحانیت ولیالعصریه، مهدویتیه، حجتی است. الان جنگ به اونجا رسیده که اینا به گونه میخوان اینا رو حذف نهایی بکنن و ولی از اون طرف ورود بیگانه به ایران پروژه خودشون بود، چون دید که آقای پزشکیان هم خودش گفت ما اصلا مغزه رو برداریم، یعنی برای اینا ایران مطرح نیست، برای اینا مسئله اسلامیت مطرحه، اما خلیج فارس هم که اینا سوابق خلخالی پلید بود که آمدن خواستن اسم اسلام روش بگذارن و بگذاریم. شما ها بایستی ذکاوت داشته باشید و سیستم های امنیتی رو بلد باشید، بتونید با آموزش های امنیتی اطلاعاتی مبارزه و نبرد آریایی ایرانی بکنید. الان پیروزی با شماست، الان پیروزی با اوستاست، با آریاست، با زرتشته و شما پیروز شدید، فقط بایستی بتونید پیروزی رو نگه دارید تا ای که به زودی یک تحول نظامی در داخل ایران به وجود بیاد و قدرتی که میگیره این ملا شپشوها رو همه رو ترتیبشون رو بده و میده. ملا شپشوها پایان کارشون هست و اقتدار ایرانی آریایی در جهان، در جهان اقتدار ایرانی آریایی با تمدن و فرهنگ در جهان خواهد درخشید، به شرطها و شروطها که شما در میدان باشید،
در میدان گوش به زنگ باشید، مدافع باشید، خشن باشید با دشمنانی که در داخل ایران هستن، میخوان شما رو اذیت کنن به خاطر یک لاخمو یا به خاطر یک کلام و به خاطر یک حرف. شما باش تو میدان باشید. الان دوام قبلا بهتون گفته بودم، هی گفتم الان دیگه دادستان از رنگ خودشون اومده علنا گفته، چون اجرایی که نمیاد بگه ریسک و قضاییه، اون نوکر انگلیسن اینا. از این الان جنگ قدرت هست، یعنی جنگ روس انگلیس و از اینور آمریکا قدرت میخوان بگیرن. حاصل هست این هست توی. حالا ما برید مطالعه کنید ببینید روس و انگلیس چه بلاهایی توی چند قرن اخیر سر ما آوردن. آمریکا ما باش درگیری داشتیم ولی به حد اینا که نبوده که. آمریکا یک بدرین فرمانده گارد جاویدان اینا رفتن زدن کشتن. ولی ببینید روسیه چه قتل عام هایی کرده از شما، انگلیس چه خشک سالی های آورده، چه مجلسی ها و بهارالانوار های برای شما ساخته، آخوند مخونده رو ساخته، تشیع و صفوی رو ساخته، تا الان داره شما رو باید زرنگ باشید. الان جنگ داخل ایران، جنگ نیروهای روس و انگلیس و چین هم حالا باشه، چین خودش هر جا به صرفه میاد وارد میکنه، ولی دوتا در میدان حاضرن و آمریکا نزدیک شدن بهش. نزدیک شدن به آمریکا اون همون جامعه باز هست که در جامعه باز با رأی و انتخابات و اینا شما مقدسترین آدم رو میتونی بزنی زمین نابودش کنی. جامعه باز یکی از کلکاش گورکسایر سال به من میگفت که جامعه وقتی باز باشه یعنی چی؟ یعنی در خانه وایه، تو هر وقت خواستی میری تو ترتیب عمل میدی. الان با دموکراسی و انتخابات ترتیب میدن. اگه جه تقلب فلان میکنه پشت سرش میذاره که آقا تقلب شد، جار جنجار خود را دو کل نامه. جامعه باز همین حسنش هست که اون میمونه. برای جهان همیشه دارای نظمی بوده است و هست، ولی بین اینها شما باید ببینید الان مثلا آیا ایلون ماسک بخش عظیمی از قدرت جهانی رو داشته باشه بهتر خواهد بود یا یاره دیگه بیل گیت مثلا. خب معلومه ایلون ماسک این بچه روحیه‌ای که داره، یعنی تو دنیا هم اینان، یعنی این عروسکایی که میبینید میان اینا با پول اونا میان، با پول اونا. حالا برای ایران ما تجربه تاریخی ما نشان داده که اگر اون غربی های اووری آمدن تو ایران مدرسه و فلان و کفت زرماز، اگر انگلیس اومده آخوند و مسجد و اربعین و علم و کتل و سینزنی و زنجیرزنی های سنتی مسیحیت را آورده، اگر روسیه اومده زده برین ببینید چقدر انقلابیون و مشروطه خواهان و مبارزین ما اینا اعدام کردن، به دار کشیدن، مسجد گوهرشادتون رو مسجد گوهرشادتون رو به توپ بسته روس. وقتی مسجد رو به توپ میبنده دیگه آدمایی که اونجا کشته چه؟ الان مملکت اشغال کردن، چی کردن؟ ذکاوت داشته باشید، زیرکی داشته باشید. برنامه ها تایم ما خیلی کمه، حرف میزنیم میگیم میریم. شما بایستی بتونید عزیزان من خردمندانه، اندیشمندانه، دانشمندانه کارار پیش ببرید. دستان گرمتون میفشارم، میبوسمتون. از برادرم مهندس امیر شجره سپاس گذارم، از خواهرم مرجان عزیز سپاس گذارم. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شد بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تقسیم و توهین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال
بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران این براهی دوستان اصحاب بر ما نظر کن باره این زین گمراهی دوستان اصحاب ماریایی هستیم عرب نمی پرستیم ماریایی هستیم این همه لشکران هم رشت کوب جان دست خدا هرچی بلاست از عرب هست دست خدا هرچی بلاست